به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. بعد از چندین جلسه بحث راجع به اصطلاحات برهان وجوب و امکان، از امروز می‌خوایم به تقریرهای مختلف برهان وجوب و امکان با هم دیگه بپردازیم. اولین تقریری که می‌خوایم راجع بهش با هم دیگه صحبت بکنیم، تقریر خود ابن سیناست. آقای ابن سینا برهان رو به صورت خیلی مختصر بیان کردن و اینگونه گفتن که شکی نیست که چیزی وجود دارد. پس گزاره اول برهان ایشون اینه: شکی نیست که چیزی وجود دارد. گفتیم منظور از این که چیزی وجود دارد اینه که در جهان خارج چیزی وجود دارد، و جهان خارج هم یعنی ادراکات ما، یعنی ما ادراکی داریم. گزاره دومشون اینه که میگن موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. توی تبیین اصطلاحات مفصل راجع به این دو اصطلاح صحبت کردیم و گفتیم که اگرچه اینها میگن واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات، اما ظاهرا منظورشون واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات نیست، چون اگر ما با دقت نگاه بکنیم تمام ماهیت هایی که میشناسیم همگی واجب الوجود به ذات هستند، یعنی در ذاتشون، در ماهیتشون وجود داشتن نهفته است و حمل وجود بر اون ماهیت یک حمل واجب و اولی و ذاتی محسوب می شود. خب از این که بگذریم، گزاره سوم ایشون اینه که میگن اگر اون موجود واجب باشد مطلوب ثابت است. یعنی مطلوب ایشون از برهان اینه که صرفا ثابت بکنن که واجب الوجودی وجود دارد، که ما گفتیم خیلی با این مسئله مشکلی نداره. و در گزاره چهارم میفرمایند که اگر ممکن باشد باید در نهایت به واجب الوجود منتهی شود، و دیگه بیشتر از این در این برهان توضیحی ندادن که حالا چرا اگر ممکن باشه باید در نهایت به واجب الوجود منتهی شود و به چه دلیل این مطلب رو بیان میکنید، این رو توضیحی ندادن. جناب آقای خواجه نصیرالدین طوسی برهان ابن سینا رو نقل کردن و یک سری مقدماتی رو به این برهان اضافه کردن. پس تقریر بعدی که ما میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، تقریر جناب خواجه نصیرالدین طوسی است. ایشون برهان رو چگونه تقریر میکنن؟ میگن که هر موجودی که ملاحظه شود به لحاظ ذاتش یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود. این رو توی مقدمات با هم مفصل صحبت کردیم. ذات یعنی چی؟ ذات از نظر ما یعنی مفهوم یک چیز، چیزی که ما از اون چیز انتزاع کردیم به عنوان مفهوم، به عنوان ماهیت، به عنوان معنی اون چیز. الان من یک تصویری که دارم از جهان خارج میبینم، این پیکسل های رنگی که به چشم من وارد میشه به خودی خودش هیچ معنا و مفهومی نداره. تعدادی پیکسل های رنگی هستن، حالا بعضیاش سبز، بعضیاش آبی است، بعضیاش زرد، بعضیاش قهوه‌ای است، و ممکنه ترکیب اینها با هم دیگه و چیدمانش کنار هم دیگه به گونه‌ای باشه که ذهن من از اینها مفهوم درخت رو انتزاع بکنه. درختی است که پشتش آسمان آبی است، برگ‌های سبزی داره، تنه قهوه‌ای رنگی داره، خورشید هم زرده و در آسمان داره میتابه. این مفهوم درخت از کجا آمد؟ این مفهوم درخت مفهومی است که ذهن من از تصاویر مختلف درخت که در طول عمرم دیدم انتزاع کرده. مفهوم که در جهان خارج وجود نداره. در جهان خارج فقط پیکسل‌های رنگی وجود داره. و ادراکاتی که ما از جهان خارج داریم هیچ تفاوتی بین پیکسل‌های رنگی تنه درخت و پیکسل‌های رنگی آسمان توش وجود نداره. همشون یک سری داده‌های تحلیل نشده هستند، داده‌های خام. ذات درخت، مفهوم درخت، معنای درخت، ماهیت درخت، اون چیزی است که ذهن من انتزاع کرده. یک سری مجموعه ویژگی‌هایی است که اگر پیکسل‌های رنگی در اون مجموعه ویژگی‌ها صدق بکنن ما بهش میگیم درخت، اگر صدق نکند ما بهش نمیگیم درخت. خب آیا ذات یک چیزی است که در جهان خارج هم وجود داره؟ یعنی درخت یک ذاتی داره که توشه، یعنی جزء ادراکات ما ذات هم هست، یا اینکه نه، ذات یه چیزی که ذهن ما داره به اون درخت نسبت میده؟ واقعیتش اینه که ذات در جهان خارج وجود نداره. ذات یا ماهیت یا معنا یا مفهوم اون چیزیه که ما انتزاع کردیم از روی ادراکات، اون چیزی که ما برداشت کردیم. اگر موجود باشعوری نبود هیچ مفهومی از درخت در جهان هستی وجود نداشت. گذشتگان تصور میکردن که درخت یک چیزی به نام ذات هم داره، تو خودش هم هست، توی جهان خارج هم هست، و این ذات وجود داره، وجود خارجی داره. ما خیلی نمیتونیم این ادعا رو درک بکنیم. ما حتی وجود داشتن درخت رو غیر از این ادراکی که ما از درخت داریم رو نمیتونیم درک بکنیم. تمام چیزی که ما از درخت میدونیم اینه که یک سری ادراکاتی داره به ما از جهان خارج میاد و این ادراکات شکل خاصی رو داره. حتی این رو نمیتونیم که آیا این ادراکات یک منشأی به همین شکل داره یا نداره، یعنی ممکنه که اصلا درختی نباشه، اصلا رنگی وجود نداشته باشه و یک فرستنده اطلاعاتی باشه، این اطلاعات رو داره به شکل درخت به ذهن ما میفرستد. حتی این امکان وجود داره. ولی حالا بر فرض که ما این شکاکیت رو بهش توجه نکنیم و فرض کنیم که درخت یک منشأ اثر خارجی هم داشته باشه،
این که آیا ذات هم توی اون منشأ اثر خارجی هست یا نه حرف اثبات نشده است. قاعدتا ذات ناشی از کنار هم گذاشتن انواع درخت‌های مختلف در جاهای مختلف هست و در نظر گرفتن اشتراکات اینها با هم و دور انداختن افتراقات اینها با هم. با یک درخت ما نمیتونیم مفهوم درخت رو انتزاع بکنیم و نمیتونیم ما این مطلب رو بپذیریم که یک درخت وجود داشته باشه و یک ذات یا کلی درخت هم توی اون درخت وجود داشته باشه. ما این مطلب رو نمیتونیم بفهمیم. مفاهیم درون ذهن ما هستن، جایگاهشون مشخصه، مفاهیم در جهان خارج نیستن. ادراکات هم، وجودها هم در جهان خارج هستن، درون ذهن ما نیستن، جایگاه اونها هم مشخصه. کسی نباید بحث وجود و بحث ماهیت رو با هم دیگه قاطی بکنه، اینها رو با هم دیگه مخلوط بکنه. ادراکات، وجودها، جزئیات، اینها همه در جهان خارج هستن. مفاهیم، ذات و چیزهایی که ما انتزاع کردیم، ویژگی‌ها، تصدیق، تکذیب، اینها همه درون ذهن ما هستن. جناب خواجه نصیر تو مقدمه اول برهانشون اینگونه می‌فرمایند که هر موجودی که ملاحظه شود به لحاظ ذاتش یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود. خب اگر ما ذات رو ماهیت بدانیم، هر موجودی به لحاظ ماهیتش واجب الوجود است، چون که در ماهیت هر موجودی آمده که موجودی است که این ویژگی‌ها رو داره و هیچ ماهیتی رو ما نمی‌شناسیم که گفته باشه ناموجودی است که این ویژگی‌ها رو داره. باید اول فرض بکنه که موجوده و بعد فرض کنه که جسمه و بعد فرض کنه که مثلا جسم نامی است، یعنی گیاه است، و بعد فرض کنه که درخت است تا ویژگی‌های اون درخت رو بیان بکنه و ما مثلا بفهمیم که درخت چنار است. در این که در تمام ماهیت‌ها شرط موجود بودن نهفته است ما شکی نداریم و هر ماهیتی به لحاظ ذاتش واجب الوجود است، یعنی وجود داشتن بر اون ماهیت حمل می‌شود و حمل ما حمل واجب است، چون یکی از ذاتیات چیز داره بر اون چیز حمل میشه. پس معنی کلام خواجه نصیر اینجا چیز که میگه هر موجودی به لحاظ ذاتش یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود، ظاهرا همون چیزی است که من توی دو جلسه پیش برای شما بیان کردم. منظورش اینه که هر ماهیتی که شما در نظر بگیرید، ممکنه این ماهیت الان توی ادراک شما وجود داشته باشه، ممکنه توی این ادراک خاص شما وجود نداشته باشه. یعنی نمیگن وجود داشتن بر این ماهیت حمل میشود یا نه، نه، حمل وجود بر ماهیت رو به صورت حمل اولی بررسی نمیکنن. خب اونجوری که همیشه میشه واجب الوجود، میام توی یک ادراک خاص شما رو در نظر میگیرم، میگن همین الان چشمت رو باز کن، آیا شما درخت میبینی یا نه؟ ممکنه درخت ببینی، ممکنه درخت نبینی. در یک ادراک خاص یا در چند ادراک خاص شما میان این مسئله رو بررسی میکنن. ایشون ادامه میدن که میگن که وجود هر ممکن الوجودی از غیرش است. چرا این حرف رو زدن؟ یعنی ایشون اعتقاد دارن که ماهیتی که ممکن الوجود هست، یعنی الان ممکنه توی این ادراک شما باشه یا ممکنه توی این ادراک شما نباشه، ماهیت اگر بخواد توی این ادراک شما باشه، باید چیز دیگری باشد که این رو هول بده بیاره توی این ادراک شما موجود بکنه. گفتم ما چنین چیز رو بهش اعتقاد نداریم، جز اینکه بپذیریم جهان ما یک دنیای مجازی است. یعنی هر ادراکی که ما داریم علتی میخواد که اون علت بیاد این ماهیت ها رو ورداره، کنار هم بچینه و توی ادراک بعدی ما بهش وجود بده. غیر از این ما نمیتونیم تصور بکنیم که دنیا واقعی باشه و ممکن الوجودها، حالا اینها برای اینکه توی ادراکات ما بیان ظاهر بشوند، نیازمند یک علتی باشن، یعنی غیرش باید بیاد اینا رو هول بده به سمت وجود. ایشون دلیلم میارن، میگن زیرا در ممکن الوجود به ذات هیچ یک از هستی و نیستی بر دیگری ترجیح ندارد، همون بحث ترجیح بلا مرجح، و آن برای وجود یافتن نیازمند علتی غیر از خودش است. یعنی میگن چون ممکن الوجود به ذات نه با هستی ارتباط داره نه با نیستی و هیچ کدوم از اینها بر دیگری ترجیح ندارند، نیازمند یک مرجح است. تو بحث ترجیح بلا مرجح تو جلسه قبل کامل توضیح دادم دیگه. ترجیح بلا مرجح اولا فعل موجود با شعور و هوشمند هست و ثانیا گفتیم که ممکن الوجود نسبتش با وجود عدم یکسان نیست. اگر نیست که واقعا نسبتش با عدم صد، با وجود صفر. اگر هست که نسبتش با وجود صد، با عدم صفر. در حالتی که ما اصلا بیاییم ماهیت رو بخواییم بررسی بکنیم، مثلا ماهیت درخت، خب منظورتون از این که ماهیت درخت با وجود عدم یکسانه چیه؟ اگه منظورتون اینه که درخت کلا نیست، خب پس این ماهیت از کجا تو ذهن من اومده؟ خودم این ماهیت رو طراحی کردم توی ذهنم. اگر درختی منظورتون این هست که در جهان خارج وجود دارد، خب پس وجود دارد دیگه، یعنی ماهیت موجود هست و نسبتش با وجود میشه صد. اگر منظورتون اینه که این ماهیت، مثلا ماهیت سیمرغ، فرض کنید من ماهیتی برای خودم ساختم به نام سیمرغ، منظورتون اینه که این ماهیت کلا وجود نداره در جهان خارج، خب پس نسبتش با وجود عدم یکسان نیست، میشه صفر با وجود، صد با عدم. اگر یک دونه مستاق در جهان خارج داشته باشه کلا، مثلا فرض کنید درخت، یک درخت خیلی خاص، مثلا یک نوع کاکتوس خیلی خاص، بالاخره این کاکتوس تو یک جایی تو دنیا بالاخره یک مستاق داره دیگه، پس این نسبتش با وجود میشه صد، نسبتش با عدم میشه صفر.
من منظور خواجه نصیر رو از این که میگه ماهیت نسبتش با وجود عدم یکسان متوجه نمیشم. الان مثلا ماهیت آب رو شما در نظر بگیرید، این نسبت با وجود عدم یکسان آیا کجا نسبتش با وجود عدم یکسانه؟ ماهیت مثلا هوا رو در نظر بگیرید، ماهیت چوب رو در نظر بگیرید. چوب یک ماهیت به قول شما ممکنه وجودم هست، خب یعنی چی هستی و نیستی بر این چوب ترجیح نداره؟ آیا شما فقط ادراک خاص شخص خودتون رو در نظر میگیرید، اونم ادراک بعدی خودتون، لحظه بعد خودتون رو در نظر میگیرید؟ یعنی میگید که الان من چشمم رو باز کنم ممکنه اینجا چوب ببینم، ممکنه چوب نبینم؟ حتی این هم درست نیست. اگر شما جایی قرار داشته باشید که اونجا چوبی باشد، چشمتون رو باز کنید، خب چوب میبینید 100%. اگر خب جایی رفته باشید که اونجا چوبی نباشه، چشمتون رو باز کنید چوب نمیبینید، باز هم 100%. یعنی اینجوری نیستش که شما تو یک فضای نامعین قرار داشته باشید و یک ابر کامپیوتری به صورت رندوم شما چشمتون رو باز کنید، اون کاملا رندوم تصمیم بگیره که حالا به شما چوب نشون بده یا چوب نشون نده. کاملا بستگی به این داره که شما در چه فضایی رفته باشین چشمتون رو بسته باشید. من معنی حرف خواجه نصیر رو متوجه نمیشم واقعا. اینها منظورشون از این که میگن ممکن الوجود نسبتش با وجود عدم یکسان است مفهوم واضح و روشن نیست، جز اینکه ما فرض کنیم این دنیا یک دنیای مجازی است و هیچ واقعیتی وجود نداره، ادراکات من کاملا منحصر به فرد برای خود من هست و یک کامپیوتری هست داره به ذهن من ادراکات میده، کاملا هم مختاره، میتونه توی ثانیه بعدی تصویر بعدی که من میبینم مثلا آب باشه، میتونه آب نباشه و هیچ نظم و منطقی هم وجود نداشته باشه، هیچ ارتباطی هم بین ادراکات من وجود نداشته باشه. این میشه یک جوری توجیه برای این حرف اینها که بگیم نسبت هر ماهیتی توی ادراک بعدی من با وجود عدم یکسانه. ولی خب ظاهرا از حرف اینها این بر نمیاد. اینا منظورشون اینه که کلا همه ماهیت ها برای اینکه وجود پیدا کنن و احساس میکنن ماهیت از اون مغز ما میاد بیرون توی جهان خارج، لباس وجود بر تن میکند. حالا به این اصطلاح یعنی یکی ماهیت از کله مو بر میداره میاد توی جهان خارج و نور وجود رو در اون میدمد و این ماهیت مثل انسانی که از گل آفریده شد و خدا در او دمید و زنده شد اینجوری میاد زنده میشه. حالا یک همچین توجیهات فانتزی احتمالاً توی ذهنشون بوده. خب مسلمه که این توجیهات فانتزی غلط هست، یعنی در جهان خارج این اتفاق نمیفته. چیزی که درون ذهن ما همیشه درون ذهن ما هست، چیزی هم که در خارج هست همیشه در خارج هست. اینا به هم دیگه راه ندارن، یعنی مفاهیم از ذهن ما بیرون نمیپره، توی عالم ادراکات وارد نمیشه. گزاره بعدی برهان خواجه نصیر این هستش که میگن که آن علت، همون علتی که گفته بودش که لازم هستش که به ماهیت یا هستی بده یا نیستی بده. جالبه که اینا برای نیستی دادن به ماهیت هم علت اینجا بیان میکنن، ولی در واقع برای نیستی دادن به ماهیت ها علت در نظر نمیگیرن، یعنی ماهیت ها رو به صورت پیشفرض نیست در نظر میگیرن. خب اینجا پس نمیشه نسبتشون با وجود عدم یکسان دیگه، اینجا میشه نسبتشون با عدم 100 با وجود 0. اگه واقعا نسبت ماهیت با وجود عدم یکسان باشه، همونطوری که برای به وجود اومدن اینا به علت احتیاج دارن، برای نبودن هم به علت احتیاج دارن. ولی شما این رو نمیگید هیچ وقت، یعنی شما هیچ فیلسوفی رو نمیبینید که بگه ماهیت برای اینکه الان نباشه هم به علت احتیاج داره. خیلی خوب، ایشون میگن که اون علت یا خودش واجب الوجوده یا ممکن الوجود. یعنی اون علتی که اومده به این ماهیت وجود داده که گفتیم چیز بسیار غیر معقولیه که یک کسی بخواد به ماهیت وجود بده، اصلا این حرف معنی نداره. ماهیت وجود پیدا نمیکنه هیچ وقت، ماهیت یه چیزی درون ذهن ما، وجودها چیزایی هستن خارج از ذهن ما توی ادراکات ما. این که بگیم ماهیت بره بیرون وجود پیدا کنه حرف کاملا نامعقولی است. ما میتونیم بگیم که یک ادراکی داشته باشیم که اون ادراک این ماهیت برای صدق بکنه، این حرف معنی داره. یعنی ما ثانیه بعدی مثلا مفهوم سیب توی ذهنمون بود، ثانیه بعدی یک سیب ببینیم، الان یک ادراکی داریم که مفهوم سیب برای صدق میکنه، اما کسی مفهوم سیب رو بر نداشته ببره بیرون بهش وجود بده که حالا ما اونو ادراک بکنیم. اینجوری نبوده، مفهوم سیب توی ذهن ما هست، ادراکی هم ما داشتیم که این مفهوم بر اون ادراک صدق کرد. این درسته، هیچ جوری ما اینو متوجه نمیشیم که یکی بیاد علتی بیاد برداره ماهیت رو ببره بهش وجود بده. حالا بر فرض که این علت بخواد، میگن که اون علت خودش یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. پس علت رو اینها از نوع ماهیت در نظر گرفتن، چون بحث سر این بودش دیگه، میگفتش که ماهیت ها یا ممکن الوجودن یا واجب الوجود. دقت بکنید، این اولش که گفتش که هر موجودی که ملاحظه میشود به لحاظ ذاتش یا ممکن الوجودش یا واجب الوجود، داشت راجع به ماهیت هاشون صحبت میکرد. و یعنی موجود که واقعا وجود داره دیگه، یعنی موجود که شکی در این نیستش که وجود داره و معنی نداره که این وجود ممکنه یا واجبه. واجب و ممکن رو به ذات اومد نسبت داد، یعنی گفتش که این موجود رو نگاه کن، این درخت رو ببین، حالا برو مفهوم درخت رو تو ذهنت بررسی بکن. مفهوم درخت میتونه توی ادراک دیگه‌ای وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه، پس درخت ممکنه. متوجه شدین؟ یعنی گفت اول درخت رو ببین، هر موجودی که ملاحظه شود، خب ما درخت رو دیدیم به لحاظ ذاتش، یعنی گفت حالا مفهومش رو در نظر بیار، مفهومه یا واجبه یا ممکن دیگه. وجودها که نمیتونن به ممکن و واجب تقسیم بشن، مفاهیم هستن، ذاتیات، اینا ماهیت‌ها هستن که یا ممکنن یا واجب دیگه، درست یا نه؟ وقتی میگه اون علت یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، در واقع منظورش اینه که اون علت خودش نه، ماهیت اون علت رو شما بیا در نظر بگیر. ماهیت اون علت یا
واجب الوجود یا ممکن الوجود، و الا خود یک چیز، خود یک ادراک، خود یک وجود، یک علت واقعی، این که تقسیم به واجب و ممکن نمیشه. یک چیز دیگه، فرض کنید آتشی هست و علتش اکسیژن هست، هم آتش یک ادراک واقعی ماست، هم اکسیژن یک ادراک واقعی ماست و اکسیژن علت آتش هست. ما تو این شک نداریم که اکسیژن علت آتش هست، اما اکسیژن به واجب و ممکن تقسیم نمیشه. اکسیژن هم یک ادراک مثل بقیه ادراکات ما. اینا اومدن ماهیت اون رو در خفا در نظر گرفتن، یعنی گفتن اون علت یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، منظورش اینه که اون علت خودش، حالا ماهیت که نمیتونه باشه، ماهیت که نمیتونه علت یک چیز واقعی باشه، ماهیت ها توی ذهنن، علت ها توی خارجن، وجود ها توی خارجن. در واقع منظور اینه که اون علتی که دیدی در خارج، حالا بیا ماهیتش رو در نظر بگیر، اون ماهیتش یا ممکن الوجود یا واجب الوجود. بسیار، اگر اون علت واجب الوجود باشد، یعنی اون علت ذاتش واجب الوجود باشد، مطلوب اثبات میشود. اثبات نشد دیگه واقعا. این که چیزی در جهان خارج وجود داشته باشد که ماهیتش وجود داشته باشد، این مطلوب شما نیست. شما میخواستید چی رو ثابت بکنید؟ شما میخواستید ثابت بکنید موجودی وجود دارد که این موجود باید باشد. باید باشد شما باید باشد خارجی بود، نه باید باشد ذهنی. اینی که شما ثابت کردید که موجودی وجود دارد که ذاتش، ماهیتش واجب الوجوده، این ماهیت واجب الوجود بودن، واجب الوجود بودن ذهنی هست. مثل سیمرغ، سیمرغ الان واجب الوجود هست، واجب الوجود ذهنی هست، ماهیتش واجب الوجوده. و ظاهرا این نباید اثبات مفهوم شما باشه، ظاهرا شما دنبال این نیستید که این رو ثابت بکنید، شما دنبال این هستید که ثابت بکنید در جهان خارج چیزی وجود دارد که حالا همیشگی است، مثلا ازلی و ابدی است، یا اینکه در همه زمان ها و مکان ها وجود دارد. حالا اگه به یک تعبیر شما بخواید مثلا واجب الوجود رو به جهان خارجی یه جوری تعمیم بدید، بعد یک سری از همین حرفا بزنید دیگه، چون وجوب و امکان که وصف گزاره هستن، یعنی نمیشه به جهان خارج منتقل کرد. مثلا شاید بتونید واجب الوجود رو به موجود ازلی و ابدی یا موجود بدون تغییر یا موجودی که در همه مکان ها و همه زمان ها باشد تعمیم بدید. فرض کنید شما این رو میخواید ثابت بکنید، اینکه اون علت واجب الوجود است پس مطلوب ثابت میشود. گفتیم شما علت ذاتش رو دارید میگید واجب الوجوده، خب ذات سیمرغ هم واجب الوجوده و این مطلوب شما نیست. اما اگر ممکن الوجود باشد، میگه اون علت اگه خودش ممکن الوجود باشه، خودش برای موجود شدن نیازمند به علتی غیر از خود است. باز همین گزاره که ما قبول نداریم و تکرار کرد، اینکه ممکن الوجود برای وجود دار شدن نیازمند به علت است. گفتم من به هیچ وجه نمیتونم نه این گزاره رو متوجه بشم نه بپذیرم. درباره علت دوم مجددا دو گزینه واجب الوجود و ممکن الوجود بودن تکرار میشود. یعنی منظورش اینه که ما همینجوری علت پشت علت داریم و هر علت ممکنه یا واجب الوجود باشه یا ممکن الوجود در ذاتش. گزاره بعدی میفرمایند که بنابر این سلسله ممکن الوجودها یا باید به واجب الوجود منتهی شود یا به دور یا تسلسل منتهی میشود. یعنی میگه ممکن الوجودها یا باید یک علت واجب الوجود منتهی شود یا اینکه به دور و تسلسل منتهی میشود. خب این حرف باز حرف عجیبی است. چرا اگر علت واجب باشد اون علت خودش نیازمند به علتی غیر از خود نیست؟ شما این گزاره رو گفتید که حالا اگر موجودی ممکن الوجود باشد، برای موجود شدن نیازمند به علتی غیر از خود هست. چرا این حرف رو شما برای واجب الوجود نمیزنید؟ فرق واجب الوجود با ممکن الوجود در چی بود؟ شما گفتید ممکن الوجود موجودی است که در ذاتش نیامده باشه که این باید باشه، ولی واجب الوجود موجودی است که در ذاتش اومده که باید باشه. ببینید ذات مفهوم یک چیز هست، مفهوم درون ذهن ما هست. ذهن ما چه ربطی به خارج نداره. چه تو ذهن ما اومده باشه که این چیز باید باشه، چه تو ذهن ما اومده باشه که این چیز نباید باشه، چه تو ذهن ما اومده باشه که این چیز معلوم نیست باشه یا نباشه، در هر صورت اون چیز اگر در جهان خارج بخواد باشه، حالا یا علتی میخواد یا بی علت به وجود میاد. و در هر کدوم از حالت هایی که ما تو ذهنمون راجع به اون چیز نظری داشته باشیم، ممکنه واقعیتش در جهان خارج یا به چیزی وابسته باشه یا به چیزی وابسته نباشه. یعنی این که ما توی ذهنمون گفته باشیم که این موجود باید باشد، هیچ دلیلی نمیشه که این واقعا در جهان خارج باشد. موجودات در جهان خارج اگر موجودی باشه که نیازمند به علت باشه، برای وجود دار شدن علت واقعی میخوان. اگر هم موجودی باشه که نیاز به علت نداشته باشه، خب تصادفی ممکنه به وجود بیاد. یعنی ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه، بستگی داره که اون تصادف اتفاق افتاده باشه یا اتفاق نیفتاده باشه. این که شما گفتید منتهی میشه سلسله به واجب الوجود، این احتیاج به اثبات داره که چرا سلسله به واجب الوجود منتهی میشه. یعنی چرا واجب الوجود خودش وجودش نیازمند به دیگری نیست؟ واجب الوجود به ذات موجودی بودش که در مفهومش این بودش که این چیز موجود است، همین و بس. مثل سیمرغ، مثل درخت، مثل دریا. آیا در مفهوم واجب الوجود به ذات اومده که این چیز علت نداره؟ کجای تعریف واجب الوجود این مطلب اومده؟ بر فرض که ما واجب الوجود و ممکن الوجود رو این تعریف کنیم، بگیم تمام چیزایی که علت دارن از لحاظ فیزیکی به اونا بگیم ممکن الوجود، تمام چیزایی که علت ندارند اونا رو بهشون بگیم واجب الوجود. خب چیزی که علت نداشته باشه یعنی یه چیز تصادفی،
یک دلیلی ما نداریم که هر چیزی که علت نداشته باشه حتما وجود داشته باشه، که اتفاقا چیزایی که تصادفی هستن احتمال نبودنشون خیلی بیشتر از اینه که وجود داشته باشن. یعنی تصادفی که اینها رو به وجود بیاره احتمالش خیلی ضعیف است. بگذاریم، میفهمین که دور و تسلسل هر دو محالن، که ما گفتیم این رو فرض میکنیم که دور و تسلسل هر دو محال باشن، و این فرض اینجوری نیستش که بعضیا بگن اثبات شده و اینجوری هم نیست که بعضیا بگن رد شده. نه، هنوز فرض نه اثبات شده نه رد شده. توی قسمت قبل مفصل راجع به دور و تسلسل صحبت کردم. منظور ما از تسلسل هم تسلسل واقعیه، یعنی واقعا بی نهایت عضو داشته باشه. هر عدد زیادی هر چقدر هم بزرگ باشه ما بهش نمیگیم تسلسل، اگر که محدود باشه. ما بی نهایت های فیزیکی رو بهش نمیگیم لحاظ فلسفی تسلسل، اونا محدوده. درسته که تعدادشون خیلی زیاده و ما ممکنه عمرمون هر چقدر هم زیاد باشه به اون تعداد نرسه که ما بخوایم اونو بشماریم، ولی محدود هست. تسلسل دقیقاً معنی لغویش اینه که شما تا ابد این شمارشتون ادامه داشته باشه و به خاتمه نیاد، یعنی شروعی نداشته باشه. تسلسل به این میگن، یعنی نقطه آغازی نداشته باشه، نه اینکه نقطه آغازش خیلی دور باشه. و شرط دیگه‌ای که تو تسلسل داریم اینه که این رابطه علی و معلولی در تسلسل رعایت شده باشه، یعنی واقعاً هر عضوی از سلسله معلول قبلی باشه و علت بعدی باشه. اگر به مرور زمان این تسلسل هر چی توش عقب‌تر می‌ریم دچار استحاله بشه، یعنی رابطه‌ها از رابطه علی معلولی خارج بشن به رابطه دیگه تبدیل بشن، خب اینجا ما دیگه بهش نمی‌گیم تسلسل. تسلسل باید دقیقاً همون رابطه علی و معلولی از ابتدا تا انتها روی تک تک اعضای سلسله باقی مونده باشه. خب ما این رو فرض می‌کنیم که محالاً، بله ما این گزاره رو قبول می‌کنیم. ایشون می‌فرمایند که تو گزاره بعدی بنابراین سلسله ممکن الوجودها باید به واجب الوجود منتهی شود. چرا؟ چون تسلسل محاله. چرا گفت باید به واجب الوجود منتهی شود؟ چرا نگفت باید منتهی شود؟ میتونست بگه که بنابراین سلسله ممکن الوجودها باید به ممکن الوجود منتهی شود. اینو از کجا گفتش که باید به واجب الوجود منتهی شود؟ چون اینها فرض میکنن که اگر به ممکن الوجود منتهی بشود، ممکن الوجود برای وجود دار شدن خودش نیازمند به غیر است. اینو فرض میکنن. اگر ما واجب الوجود و ممکن الوجود رو همون چیزی که گفتم تصور بکنیم، یعنی هر چیزی که علتی داره اینو بهش بگیم ممکن الوجود، هر چیزی که علت نداره تصادفی به وجود میاد بهش بگیم واجب الوجود. ادعای اینا اینه که همه ممکن الوجودها، یعنی همه چیزایی که علتی دارن در جهان خارج، در نهایت باید به چیزایی که تصادفی به وجود میان منتهی بشن. یعنی نمیشه ما بی نهایت معلول داشته باشیم و این بی نهایت معلول هر کدوم معلول قبلی باشه. به نظر این گزاره درستی هست. ما اینجا بین پذیرش دو اصل داریم میمونیم. اینجا در واقع برهان نیامد این مطلب رو برای ما اثبات بکنه. در واقع ما اینجا بین دو تا اصل باید یکی رو انتخاب بکنیم. یا ما باید این رو بپذیریم که هر چیزی علتی دارد. این رو حالا ممکنه شما بهش بگید اصل علیت. البته من اصل علیت رو این تعریف نکرده بودم و چیزی اونم اصل علیت من قبول ندارم، ولی ممکنه شما این رو به عنوان اصل تعریف بکنید. بگید آقا ما از مشاهده تعداد محدودی چیز در جهان خارج که دیدیم همشون علت دارن، این اصل رو می‌خوایم بیان بکنیم که بگیم همه چیز علت دارن. و اصل دیگری رو هم به عنوان اصل تسلسل ما باید این رو بپذیریم که تسلسل در علت‌ها محال هست. این دو تا اصل دارن با هم دیگه تعارض می‌کنن. یعنی اگر ما بخوایم بپذیریم که هر چیزی علتی داره، پس باید دچار تسلسل بشیم. یعنی باید بپذیریم که علت من هم علتی داره و علت اون هم علتی داره و این سلسله تا ابد باید به سمت گذشته ادامه داشته باشه. و اگر ما قبول داشته باشیم که هیچ چیزی تصادفی ایجاد نمیشه، تصادفی یعنی بی علت، باید بپذیریم که پس تسلسل وجود داره. اما اگر ما بخوایم بپذیریم که تسلسل وجود ندارد، یعنی تسلسل محال است، باید بپذیریم که پس چیزهایی هستن که اینها ممکنه تصادفی به وجود بیان. یعنی اگه همه چیز بخواد علت داشته باشه، ما نمیتونیم خیلی با تسلسل این گزاره رو کنار هم قرار بدیم. این دو تا گزاره با هم دیگه تعارض میکنن. در واقع برهان وجود امکان اصلا برهان نیست. دو تا اصل داریم سر این بحث میکنیم که کدوم یکی از این دو تا اصل رو بپذیریم و کدوم یکی رو تبصره بهش بزنیم. خود من با برهان وجود امکان موافق تر هستم. یعنی من با اینکه اصل تسلسل رو بپذیریم بیشتر موافقم. من توی قسمت قبلی در بحث دور و تسلسل این رو بیان کردم، گفتم که ما اینکه تسلسل محال هست رو به عنوان فرض میپذیریم و این گزاره ای رو که توی بحث علیت هم بیان کردم، این گزاره ای رو که هر چیزی علتی دارد، ما این گزاره رو نمیپذیریم. ما نه تنها چیزهای اولیه، در هر زمانی ما چیزهای تصادفی داریم. یعنی تصورم تصور درستی نیستش که فقط یک چیز در ابتدای جهان هستی به صورت تصادفی به وجود اومده و بقیه چیزها به وسیله علت و معلول به وجود اومدن. نه، اگر یک چیز تصادفی به وجود بیاد، هزاران چیز میتونن تصادفی به وجود بیان. اگر در زمانهای دور یک چیزی تصادفی به وجود اومده، الان هم میتونه همون چیز یا چیزهای دیگری تصادفی به وجود بیان. یعنی اگه ما پذیرفتیم که چیزی میتونه
میتواند بدون علت و به صورت تصادفی به وجود بیاد، خب ما این مطلب رو پذیرفتیم. فرض کنید شما گزاره‌ای رو قبول بکنید که در خلأ مطلق میتونه یک الکترون و یک دونه پوزیترون به صورت تصادفی به وجود بیان. فرض کنید ما این گزاره رو پذیرفتیم. خب هر جایی از جهان هستی که خلأ مطلق باشه، این احتمال وجود داره که یک دونه الکترون تصادفی به وجود بیاد. دیگه شما نمیتونید تبصره بزنید که نه، فقط زمان شروع جهان هستی که هیچی نبوده، اونجا خلأ مطلق بوده و اونجا بوده که یک الکترون به وجود اومده. نه، هر زمانی شما خلأ مطلق داشته باشید، این گزاره در اون خلأ مطلق صادق هست. یعنی ممکنه به صورت تصادفی یک دونه الکترون و یک پوزیترون اونجا به وجود بیان. حالا فرض کنید من این مطلب رو همینجوری گفتم، ممکنه واقعا این گزاره غلط باشه. پس از بین اینکه تسلسل محال باشه و بعد چیزا تصادفی به وجود بیان، یا اینکه نه تسلسل وجود داشته باشه و همه چیز علت داشته باشن، ما اولی رو انتخاب کردیم. یعنی اینکه تسلسل محاله و بعضی چیزا هستن که تصادفی به وجود میان، یعنی همه چیز علت ندارن. خب معقولم هست. اینکه همه چیز علت دارن هیچ وقت اثبات نشده. هر چیزی برای اینکه ثابت بشه علت چیز دیگری است، احتیاج به تجربه داره. یعنی اینکه اکسیژن علت آتش هست، کلی آزمایش و مشاهده داشتیم تا به این نتیجه رسیدید. اینکه خاک علت درخت هست، ناشی از مشاهدات شما بوده و امروز ممکنه این حرف قبول نداشته باشن. یعنی گیاهانی را ما بتونیم بزرگ بکنیم و به ثمر برسونیم که در طول عمرشون به خاک هیچ احتیاجی نداشته باشن، و همین مشاهده باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که خاک علت درخت نیست. حالا اینا مباحث مختلفیه که ما برای تک تکشون احتیاج به آزمایش و مشاهده و تجربه داریم. شما چطور میخواهید برای کل جهان هستی که قطعاً بسیار بزرگتر و فراتر از تجربه و مشاهده ماست، حکم کلی بدید، بگید که همش علت داره؟ شما تک تک علتهایی رو که ادعا میکنید علت هست، باید ثابت بکنید که علت هست. این اصل علیت خیلی راحت تر ما میتونیم نپذیریم تا محال بودن تسلسل. محال بودن تسلسل به ساختار ذهن ما خیلی نزدیکه و ما باهاش خیلی اونس داریم. یعنی ذهن ما نمیتونه بی‌نهایت رو درک بکنه، ذهن ما نمیتونه تسلسل رو درک بکنه، و ما اینکه تسلسل در جهان خارجی نباشه رو راحت تر میتونیم بپذیریم. بسیار خوب، تقریر جناب خواجه نصیرالدین طوسی رو هم با هم بررسی کردیم. دیدید که فراوان در تک تک گزاره های این عزیزان غلط های بسیار فاحش وجود داره. یعنی اصلا برهان اینها به برهان شبیه نیست. و تعریفی که من از ممکن الوجود و واجب الوجود کردم، و ممکن الوجود رو این تعریف کردم که هر چیزی که علت داشته باشه علت فیزیکی، و واجب الوجود رو این تعریف کردم که چیزی که علت نداشته باشه علت فیزیکی، تعریف خودساخته ای بود. یعنی این تعریف واقعا منظور نظر اینها نبوده. خیلی با لفظ ممکن الوجود و واجب الوجود همخوانی نداره این تعریف، ولی خب توجیه خوبی بود برای برهان وجوب امکان و یک جورایی برهان رو برای ما ملموس و منطقی کرد. اما خب با گزارهای برهان قطعا نمیخونه. یعنی واجب الوجود لزومی نداره که وجود داشته باشه، چون تصادفی ایجاد میشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. ولی این گزاره که سلسله ممکن الوجودها باید به واجب الوجود منتهی شود، این رو ما میتونیم بپذیریم. سلسله چیزهایی که علت دارن باید به یک چیز ختم بشه که اون چیز بی علت ایجاد شده است. این رو ما میتونیم بپذیریم. این تقریر جناب آقای خواجه نصیرالدین طوسی بود. جناب آقای شیخ جعفر صبحانی یک توضیحاتی در مورد برهان وجوب امکان دادن و گفتن که ابن سینا 4 مقدمه رو در نظر گرفته برای برهان وجوب امکان. مقدمه اولش اصل قبول واقعیت هستی بوده. یعنی گفته که چیزی وجود دارد، یعنی جهان خارجی وجود دارد. خب بله، مقدمه اولش این بود و ما هم این رو قبول کردیم. یعنی ما این رو میپذیریم که جهان خارجی وجود دارد. مقدمه دوم برهان وجوب امکان رو ایشون میگن که تقسیم عقلی هستی به واجب و ممکن. اگر ما وجوب امکان رو همون علت داشتن و علت نداشتن ترجمه بکنیم، بله این یک تقسیم عقلی هست. هر چیزی یا علت دارد یا علت ندارد. علت هم گفت علت چیزی است که اگر آن چیز نباشد، این چیز نتواند به وجود بیاید، نتواند وجود داشته باشد. علت رو اینجوری معنی بکنید، نه چیزی که اگه باشه این چیز به وجود بیاد. اینجوری معنی نکنید. علت چیزی است که اگر نباشد این چیز نتواند به وجود بیاید. این علته. اگر جرقه نباشد آتش به وجود نمی آید، ولی اگر جرقه باشد لزومی ندارد که آتش به وجود بیاید. این رو خوب دقت بکنید. ممکنه اکسیژن نباشه، ممکنه سوخت نباشه. خب اما اگر بحثشون راجع به ماهیت و ذات باشه و وجوب امکان رو ببرن سر ذات، همون اشکالاتی که گفتم مطرح میشه. یعنی دیگه نمیخوام تکرار بکنم برای دفعه چندم. این اشکالات رو میتونید مراجعه بکنید به همون بحث وجوب امکان. اصل سومی که ایشون میگن اول سینا توی برهانش بهش پرداخته، اصل علیت هست. و اصل چهارم بطلان تسلسل. اصل علیت اینجا اون اصلی که من گفتم هر چیزی علتی داره، منظورش اون نیست. منظورش اینجا اینه که هر معلولی علتی داره، یعنی هر ممکن الوجودی علتی داره. اگه بخواد بگه هر چیزی علت داره، که با خود این اصل تسلسل در تناقضن این دو تا اصل با هم دیگه. این اصل که هر چیزی علتی دارد با این اصل که تسلسل محال است، خود این دو تا با هم دیگه تعارض دارن. یعنی این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن. یا باید بگیم که هر چیزی علت دارد، منظور اون از چیز فقط معلول ها هستن. یعنی هر معلولی علتی داره. خب این که دیگه میشه گزاره این همانی. یعنی در تعریف معلول اومده که علت داره.
داره دیگه، اصلا معلول چیزی که علت داشته باشه، این اصل نیست. واقعا ما مفهوم جدیدی رو بیان نکردیم، ما مفهوم معلول رو اومدیم توضیح دادیم، گفتیم معلول چیزی که علت داره، یا اینکه باید بگیم که هر ممکن الوجود علت داره، که وقتی بس پیچیده میشه باید اثبات بکنه، ما اینو نمیتونیم اثبات بکنیم. ممکن الوجود یک تعریف خاصی داره و با معلول تعریفش یکی نیست. اگه اینو بخوان اینا رو یکی بگیرن، باید اثبات بکنن که یکیه و اثبات نمیشه. گفتم بحث ترجیح بلا مرجع پیش میکشن، میگن نسبتش به وجود عدم یکسانه، برای به وجود اومدن علت میخواد. همه اینا توجیهاتی بود که ما نتونستیم بپذیریم، اصلا به هیچ وجهش کلمه اثبات نبود، همش غلط بود. و اگر اینها این حرف رو بزنن که هر معلولی علتی داره، این قابل پذیرش هست، در این حد شما قبول میکنیم. ولی اگه بخوام بگن نه، ممکن الوجود و واجب الوجود، بحث ذات و ماهیت و اینا رو بخوام پیش بکشن، اون بحث رو ما نمیپذیریم. معنی واقعی وجود امکان رو بخوام مطرح کنم، ما اصلا نمیپذیریم که ممکن الوجود وجود داشته باشه، همه چیز واجب الوجوده. بحثی که بارها و بارها برای شما عزیزان تکرار کرد. خب در واقع نظر آقای سبحانی راجع به برهان وجود امکان نظر درستی است. ابن سینا از این چهار اصل استفاده کرده: اصل واقعیت هستی، تقسیم عقلی هستی به وجود و امکان، اصل علیت و بطلان تسلسل. به اون توضیح گفتم اصل علیت منظورش اینه که هر معلولی علتی داره. خب این برهانی که آقای ابوعلی سینا مطرح کرد و جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم این برهان رو اومدن چند تا مقدمه مخفیش رو آشکار کردن و بیان کردن، بر اساس امکان ماهوی بیان شده، یعنی وجوب امکان رو روی ماهیت ها داره بررسی میکنه. گفتم که وجوب امکان اصلا از اوصاف گزاره ها هستن، به ماهیت هم ربط نداره. گزاره های ما، حمل های ما، میتونه حمل ممکن باشه، میتونه حمل واجب باشه. توی بحث منطق موجهات این مباحث مطرح میشه. حمل ما یک گزاره ما، چیزی که با چیز دیگری حمل میشه، ممکنه اون هم واجب باشه، میتونه هم ممکن باشه، ممکنه ممتنع باشه. حالا با یک تقریبی اینا میان وجوب امکان رو روی ماهیت سوار میکنن، اینجاش رو هم ما راه میایم. ولی بعضیا میخوان بیان وجوب امکان رو ببرن روی وجود، یعنی میگن این امکانی که شما صحبت کردین امکان ماهوی بود و ما با ماهیت ها اصلا سر کار نداریم، ما بخوایم میریم راجع به خود وجود صحبت بکنیم. میان بحث امکان فقری و اینها رو مطرح میکنن. چرا ما تو برهان صدیقین امکان فقری رو برای شما توضیح میدیم که منظورشون چی هست و چرا این بحث مطرح شده و از کجا نشأت گرفته این تقسیم بندی. فقط به عنوان یک گزاره که اصطلاحش برای شما فعلا آشنا باشه اینو بهتون میگم: وقتی میگن یه چیزی امکان فقری داره، منظورشون یک وجود یا یه موجودی رو دارن راجعش صحبت میکنن، راجع به ماهیت ها صحبت نمیکنن. ماهیت درخت رو نمیگن که ممکن الوجود یا واجب الوجود، نه، ماهیت ها ما گفتیم که توی ذهن ما هستن، اما دیگه روی ادراکات، روی موجودات، روی واقعیت ها، اینا اونو چجوری میخوان بیان بگن که این موجود ممکنه یا واجبه. بحث وجود امکان که قطعا به جهان خارج نمیتونه صراحت پیدا بکنه. به خاطر همین اینا برای اینکه شبیه سازی بکنن وجود امکان رو توی جهان خارج، اومدن یک چیز رو تعریف کردن به نام امکان فقری. گفتن معلول نسبت به علت امکان فقری داره. یعنی چی؟ یعنی آتش نسبت به چراغه امکان فقری داره، فقیره و باید از اون وجود بگیره. آتش نسبت به اکسیژن، آتش نسبت به بنزین فقیره. نمیدونم بحث علت هستی بخش رو توی برهان علیت یادتون هست یا نه. اونجا گفتیم که وقتی فرد اول به فرد دوم یک چیزی رو میاد هدیه میده، مثلا کتابی رو میاد میده، ما یک دهنده داریم فرد اول، یک گیرنده داریم فرد دوم، یک کتاب داریم چیزی که داده میشه، یه فعل گرفتن داریم، یه فعل دادن داریم. اما وقتی میخوایم بگیم که یک چیز به یک چیز دیگه داره وجود میده، اون چیز دوم که وجود نداره، چون میخواد تازه وجود رو بگیره. خود وجود هم که این مفهوم ذهنی، یعنی نه دادنی نه گرفتنی، فقط دهنده وجود داره. خب شما ببینید توی بحث آتش و بنزین و جرقه اینا، ببینید میتونید اینو پیاده سازی بکنید یا نه. فرض کنید شما الان یک مقداری اکسیژن به همراه سوخت و یه فندک اینجا دارید. شما فندک رو میارید به سوخت نزدیک میکنید، اکسیژن هم که با سوخت در تماس هست، و جرقه رو ایجاد میکنید. جرقه که ایجاد شد، سوخت هم هست، اکسیژن هم هست، آتش ایجاد میشود. در لحظه‌ای که شما جرقه زدید، آتشی در کار نبود که بخواد وجود رو از جرقه بگیرد. من اونجا هم توضیح دادم وجود نه دادنی است نه گرفتنی. این مطلب که میگن یک چیز دیگه ای داره وجود میده، مطلب غلطی است، این مطلب اشتباهه. چیزی به چیز دیگری وجود نمیده، یک چیز علت یک چیز دیگری هست، یعنی ما این رو میپذیریم. اما علت به معلول وجود نمیدهد. معلول این ویژگی رو دارد که تا زمانی که علت نباشد به وجود نمیآید، ولی علت به معلول وجود نمیده. این رو دوست دارم چندین بار تأکید بکنم تا بهش خوب دقت داشته باشید. الان به آتش نه اکسیژن داره وجود میده، نه سوخت داره وجود میده، نه جرقه وجود میده. اصلا چیزی به چیز دیگری در جهان خارج وجود نمیده. اصلا وجود چیزی نیست، ما وجود رو داریم انتزاع میکنیم. ببینید همونجوری که ما درخت رو انتزاع کردیم و درختی در کار نبود،
نبود، همونطوری که ما جسم رو انتزاع کردیم و جسمی در کار نبود، همینطور ما وجود داشتن رو انتزاع میکنیم. یعنی وجود داشتنی در کار نیست، ما فقط پیکسل زرد و قرمز داریم میبینیم و سنسور حرارتی که برانگیخته شده و داره پالس میده، ما اینا رو داره مغزمون حس میکنه. وجودی در کار نیست، وجود یک چیزیه که ما به همه ادراکات خودمون منتسب میکنیم. هر چیزی که جز ادراکات ما باشه ما بهش میگیم که این چیز وجود دارد. وجد یعنی من این رو یافتم، یعنی من این رو دارم الان درک میکنم. وجود یعنی همون مدرک، یعنی ادراک، یعنی چیزی که درک میشود. وجود دار چیزیست که درک میشود. این که الان من دارم این آتش رو درک میکنم و این که داشتم در لحظه پیش جرقه رو درک میکردم، درست اینها علت همدیگه هستن. یعنی اگر جرقه نباشد آتشی در کار نخواهد بود، خب، ولی جرقه چیزی به آتش نداده، اصلا جرقه آتش رو نمیبینه. زمانی که آتش هست جرقه ای در کار نیست، زمانی که جرقه هست آتشی در کار نیست. جرقه میاد آتش شروع میشه. این رو امیدوارم که یک مقداری بهش تأمل بکنید. ما وجودی در جهان خارج نداریم که یکی برداره این وجود رو بگیره به دیگری بده. جناب ملا صدرا دوست داشتش که بحث وجود و امکان رو بیاره توی جهان خارج، یعنی بگه آقا ماهیت ها نیستن که اینها وجود دارن، ماهیت ها نیستن که امکان دارن. خود اشیاء توی جهان خارج اگه نگاهشون بکنی میتونی بفهمی که این چیز وجود داره یا این چیز امکان داره. خب مثلا من یه تخت سنگ میارم جلوی ملا صدرا، میگم آقا ملا صدرا این الان واجبه یا ممکنه؟ شما از کجا میتونی بفهمی که این واجبه یا ممکنه؟ ویژگی وجود و امکان رو شما چه جوری به این ادراکات داری حمل میکنی؟ میگه خب آفرین، من این ادراک چیز رو نگاه میکنم، اگه ادراک من ادراک فقیری بود میفهمم که این ممکنه، امکان فقری داره. میگم ادراک فقیر یعنی چی؟ میگه ادراک فقیر یعنی که علت داره، ادراک فقیر یعنی که این وجودش رو از کس دیگری گرفته. وجود جهان خارجی تصور میکنه ها، گفتم اگه بخوایم ذهنی بررسی کنیم که میشه اون امکان ماهوی اول سینا. میگه این آیا داره الان تو جهان خارج از کسی وجود میگیره یا نمیگیره؟ اگه داره از کسی وجود میگیره پس یعنی این فقیره و یک غنی داره به این فقیر وجود میده. اگه از کسی وجود نمیگیره پس این خودش غنیه و وجودش از خودش هست. و به صورت حکم کلی میگه هر چیزی که علتی داره فقیره و هر چیزی که علتی نداره اون غنیه، بی نیازه. تقریبا شبیه چیزی بود که الان ما گفتیم. یعنی گفتیم اگه ما هر چیزی که علت داره رو بهش بگیم ممکن الوجود و هر چیزی که علت نداره رو بهش بگیم واجب الوجود، یه جورایی میشه برهان وجود امکان رو تقریر کرد که برای ما معقول باشه. ولی فرض کنید آقای ملا صدرا اومده به این علت داشتن گفته امکان فقری و به برهانی که برای این اساس تقریر میشه گفته برهان صدیقین. حالا ما تو بحث برهان صدیقین این مساله رو براتون بیان میکنیم. البته خود اولی سینا توی کتاب اشاراتش گفته همین برهان وجود امکان برهان صدیقین هست. یعنی که اولی سینا گفته برهان صدیقین همین برهانی که الان من گفتم. ولی آقای ملا صدرا میگه نه، این برهان شما خیلی برهان صدیقین نیست. برهانی که من میگم برهان صدیقینه که حالا ما تو برهان صدیقین بررسی میکنیم که اصلا صدیقین بودن یک برهان باید چه ویژگیهایی داشته باشه و کدومشون دارن راست میگن، برهان اولی سینا صدیقینه یا برهان آقای ملا صدرا. تقریر آقای فیاضی و مصباح رو هم که توی تبیین اصطلاحات خدمت شما عزیزان عرض کردم، یه بار دیگه حالا برای اینکه توی فصل تقریرها جاش اینجاست و بیان بشه برایشون بیان میکنم. ایشون میفرمایند که موجودی هست، هر موجودی به لحاظ عقلی یا واجب الوجود به ذات است یا ممکن الوجود به ذات. دقت کنید که به ذاتش رو آوردن، به لحاظ عقلیش رو آوردن. یعنی هر موجودی به لحاظ مفهومش به ذاتش یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. موجود مفروض، این موجود مفروضی که حالا گفتیم هست یا واجب الوجود است، اون گزاره‌ای که گفتیم یه موجودی هست. گزاره دوم میگه کلی میگه، میگه همه موجودات این شکلی هستند. گزاره سه میگه همون موجودی که گفتیم هست، اینم یکی از همون همه موجودات دیگه، پس اینم یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. تو گزاره چهار میگه که اگه موجود مفروض واجب الوجود باشد، خب پس واجب الوجود وجود دارد و مطلوب ما ثابت است. یعنی مطلوبشون رو در نظر میگیرن وجود داشتن واجب الوجود. دیگه خیلی نمیخوام حرفایی که توی برهان خواجه نصیر گفتم اینجا تکرار کنم، همون حرفا اینجا تکرار میشه. تو گزاره پنج میگن اگر موجود مفروض ممکن الوجود باشد باید علتی داشته باشد، زیرا هر ممکن الوجودی که موجود میشود علتی دارد. اصل علیت، باز اینجا اصل علیت رو این در نظر گرفته که هر ممکن الوجودی علت دارد، نگفته همه چیز علت دارد و نگفته هر معلولی علت دارد، گفته هر ممکن الوجودی علت دارد. که ما تو ترجمه بلا مراجعه کامل راجع به این بحث کردیم که چرا گفتن هر ممکن الوجودی علت دارد. سعی کردن با ترجمه بلا مراجعه اثبات کنن که نشد اثبات بکنن. تو گزاره 6 میگه علت ممکن الوجود یا واجب الوجود است و یا در سلسله علی و معلولی به واجب الوجود منتهی میشود، زیرا در غیر این صورت دور یا تسلسل به وجود میاد که محال است. خب اینجا هم از محال بودن دور و تسلسل استفاده کرد. 7 پس تنها فرض صحیح این است که علت ممکن الوجود واجب الوجود باشد یا در سلسله علی و معلولی به واجب الوجود منتهی شود. بدین ترتیب وجود واجب الوجود اثبات میشود. خب اجازه بدید که تقریر برهان بر اساس امکان فقری رو و تقریر برهان بدون نیاز به دور تسلسل جلسه بعد بگم. من در نظر داشتم که این جلسه تمام تقریرها رو بیان بکنم، اما الان متوجه شدم که زمان این جلسه گذشته و متاسفم
متاسفانه امکان این که بتونم این دو تا تقریر رو هم توی این جلسه با هم دیگه صحبتش رو بکنیم نیست. پس در جلسه بعد ما تقریر برهان بر اساس امکان فقری رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم، یعنی برهان وجوب امکان رو جوری تقریر کردن که توش از امکان ماهوی استفاده نکرده باشن. یه توضیح مختصری دادم امکان ماهوی چی، امکان فقری چی، و یک تقریری هم ارائه کردن که ادعا می‌کنن که توی این تقریر از محال بودن دور تسلسل استفاده نشده، چون بسیاری از منتقدین اومدن به محال بودن دور تسلسل اشکال وارد کردن، گفتن شما این اصل رو اثبات نکردید و ما این اصل رو نمی‌پذیریم. خواستن مثلا این نقد بهشون وارد نباشه و اومدن برهان رو جوری تقریر کردن که از دور تسلسل استفاده نکنه. حالا جلسه بعدی بررسی می‌کنیم که آیا اینها تونستن موفق بشن که این کار رو انجام بدن یا موفق نشدن. امیدوارم هر جا که هستید همواره در پرتو حق و حقیقت باشید. شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.